همکارم هادی هزاره از استودیو واشنگتن ایران اینترنشنال با ما هستش. هادی، از جزئیات بیشتر این خبر برامون بگو. بذارین از همین ایمن الظواهری شروع کنیم. این گزارش میگه که ایمن الظواهری احتمالاً زنده است و در بستر بیماری به سر میبره. ایمن الظواهری فرد دوم القاعده در زمان اسامه بن لادن بود، زمانی که اسامه بن لادن رهبر القاعده بود و آمریکا به اون دلیل به افغانستان حمله کرد که اتفاقی افتاد در 11 سپتامبر و تروریست‌ها به نقل از مقامات آمریکایی به آمریکا حمله کردند. حالا این به نظر میرسه که ایمن ظواهری زنده است و در افغانستان هست و در بستر بیماریه. و این گزارش به یک نکته دیگه هم اشاره میکنه و اون این هست که شخصی به نام سیف العدل در جمهوری اسلامی ایران هست و او کسی هست که به احتمال زیاد جانشین ایمن ظواهری خواهد بود. گزارش به ما میگه که داعش و القاعده هر دو در افغانستان حضور فعال دارن. دست کم القاعده در 15 ولایت حضور داره و داعش پس از اینکه در ننگرهار و کنر دو ولایت در افغانستان با شکست سنگین مواجه شده، داره نیروهای خودش رو حرکت میده به سمت نوار شمالی افغانستان، به ولایت بادغیس، سرپل و بدخشان و امیدوار هست از اون 10,000 نیروی طالبان که ناراضی هستن از رهبری طالبان در خصوص توافقی که با آمریکایی ها داشتن، بتونه اونها رو جذب کنه و نیروگیری کنه از اونها. این گزارش دقیقاً نیمه دیگر داستان افغانستان رو نشون میده. اونطوری که بایدن گفت، اونها ماموریتشون در افغانستان پایان یافته و موفق شدن القاعده رو در افغانستان تضعیف یا ریشه‌کن بکنن، اما این گزارش نشون میده که برخلاف اون چیزی که بایدن گفته و نگرانی های مقامات ارشد پنتاگون رو هم به همراه داشته، القاعده داره جانی دوباره میگیره و همینطور داعش داره قدرتمندتر از گذشته میشه. ممنون از تو، همراه بودیم با همکارم هادی هزاره از استودیو واشنگتن ایران اینترنشنال.